لیگ قهرمانان اروپا هفته نخست شب دوم. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. در شب دوم از هفته نخست لیگ قهرمانان باز هم 8 دیدار برگزار شد که با کمبک نافرجام ریال و شکست تلخ اتلتیکو مادرید به پایان رسید. تیم های فوتبال ریال مادرید و شاختار دونتسک در چارچوب نخستین دیدار از شب دوم هفته اول لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه آلفردو دی استیفانو به مسافه هم رفتند. این مسابقه در نیمه اول با نتیجه 3-0 و غیر قابل باور به سود شاختار دونتسک به کار خود پایان داد. در این دیدار تته در دقیقه 29 و رافائل واران گل به خودی در دقیقه 33 و مولای سالومون در دقیقه 42 برای نماینده اوکراین موفق به گلزنی شدند. اما با شروع نیمه دوم مودریچ در دقیقه 54 با شوت زیبا از راه دور موفق به گلزنی شد. در ادامه و در دقیقه 59 زیدان وینیسیوس جونیور را وارد میدان کرد و این بازیکن به محض ورود در اولین لمس توپ خود با توپ ربایی از مدافع شاختار موفق به باز کردن دروازه این تیم شد. از گروه اول بایرن مونیخ در مقابل اتلتیکو مادرید با نتیجه 4-0 پیروز شد تا مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپای 2020-2021 را مقتدرانه آغاز کند. بایرن مونیخ به عنوان مدافع عنوان قهرمانی لیگ اروپا به نظر می رسد که حس خوب نسبت به اسپانیایی ها دارد. آنها دو ماه پیش بارسلونا را با 8 گل بدرقه کرده بودند، این بار به سراغ تیم پرستاره اتلتیکو مادرید رفتند و یک آبروریزی برای سیمونه و بازیکنانش را انداختند تا پس از شکست ریال مادرید شب تلخ برای نماینده فوتبال اسپانیا رقم بخورد. پیش از آغاز لیگ قهرمانان یکی از بحث‌ها این بود که هیچ اسپانیایی در میان 4 مدعی قهرمانی نیست و به نظر می‌رسد که در همین هفته اول مشخص شد که حداقل ریال و اتلتیکو نمی‌توانند در جمع مدعیان به شمار بروند. در دیگر بازی این گروه سالزبورگ و لوکوموتیو دودو مساوی کردند و با یک امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند و اتلتیکو قهرنشین گروه شد. حالا اتلتیکو در دو بازی دیگر گروه که ساده‌تر است باید این شکست را جبران کند. تیم‌های مصری انگلستان با 3 امتیاز مهم در هفته نخست رسیدند تا کارشان را برای صعود از گروه‌ها آسان‌تر از قبل به نظر برسد. از گروه چهارم آژاکس در هفته اول لیگ قهرمانان اروپا میزبان لیورپول بود و با نتیجه 1-0 با شکست روبرو شد. تنها گل این مسابقه توسط نیکولاس تالیافیکو گل به خودی در دقیقه 35 زده شد. در دیگر بازی این گروه میتولن در خانه و در چارچوب هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مقابل شاگردان گاسپرینی متحمل شکست سنگین 4-0 شد تا شب نخستین بازی این تیم دنمارکی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا شب تلخی باشد. در گروه دوم از دور اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا دیشب از ساعت 11:30 انتر میزبان بورسیا مونشنگلادباخ بود که این دیدار با نتیجه 2-2 به پایان رسید. گل‌های انتر در این مسابقه توسط روملو لوکاکو دو بار در دقایق 49 و 90 و گل‌های مونشنگلادباخ نیز توسط رامی بن سبینی در دقیقه 63 پنالتی، یوناس هافمن دقیقه 64 زده شد. تشکر از همراهیتان، تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. تا نگهدار.